سلام، امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من برگشتم با یه ویدیوی دیگه. این ویدیویی که دارم الان میگیرم باز بنا به درخواست خودتون بوده، از سوالای پرتکرارتون بوده که توی چندین ویدیو هی تکرار شده راجع به اقامت ما پرسیدین که اصلا کلن به چه طریقی اقامت گرفتید یا شرایط اقامت گرفتن توی ترکیه به چه صورت هست. حالا سعی میکنم توی این ویدیو و توی این چند دقیقه کوتاه بتونم به صورت کامل همون مسیر رو که خودمون طی کردیم و مراحلی رو که گذروندیم و تونستیم اقامتمون رو به همین تازگی بگیریم براتون بگم، شاید کمکی باشه برای اون عزیزانی که سوال پرسیدن. خب یه چیزی که توی مسیر افرادی هستش که مهاجرت کردن به اینجا یا میخوان اقامت ترکیه رو بگیرن خیلی مشهوده اینه که قوانین مهاجرت دائم در حال تغییره، به خصوص جدیدن خیلی سختگیرانه تر شده. مثلا اگر که تا قبل از عید شمسی، یعنی عید نوروز رو میگم، تا قبل از عید میشد با هر نوع خرید خونه یا اجاره اقامت گرفت، الان به این صورت نیستش. برای ترکیه مهاجرت انواع مختلف داره که یکیش به صورت مهاجرت سرمایه گذاری هست یا از طریق خرید ملک یا اجاره بوده قبلا، همینطور اقامت گرفتن از طریق کاری یا اقامت خانواده. حالا اقامت از طریق کاری که خیلی مشکل شده و خودش یه پروسه سختی رو داره، یا اقامت برای خانواده از طریق خانواده اینه که یه نفر مثلا ازدواج کنه به یه شخص ترک، حالا فرقی نداره خانوم باشه آقا باشه، میتونه برای بقیه خانوادهش اقامت بگیره. همینطور سرمایه گذاری که خب باز اون پروسه خودش رو داره. اقامت از طریق توریستی رو که بعد از عید دیگه برداشتن، به هیچ عنوان اقامت به این سبک رو دیگه نمیدن. اگر که تا پارسال اقامت توریستی میدادن، الان به اون صورت نیست، فقط به کسایی تعلق میگیره که از قبل یه خونه اینجا اجاره کردن و میتونن تمدید کنن دو مرتبه. این شرط رو زودتر میخواستن بردارن، منتها به دلیل شرایطی که به خاطر کرونا پیش اومد یه مقدار مجدد فرصت دادن، چون کرونا بود و کسایی که از طریق توریستی اقامت میگیرن تعدادشون اینجا خیلی بالا هست. حالا میرسیم به خودمون که ما از چه طریقی اقامت گرفتیم، که سوال خیلیاتون بوده از ما پرسیدین اینه که شما به چه طریقی گرفتید، یا عزیزانی که میدونستن از طریق خرید ملکه میگفتن که راهنمایی کن. خب یکی از شرایط اقامت گرفتن توی ترکیه خرید ملک هسته. حالا مجدد باز قانون خرید ملک تغییر کرده، تا قبلا کف قیمت و سقف قیمت نبود، یه کف قیمتی بود برای گرفتن شهروندی، ولی برای گرفتن اقامت اینجوری نبود و میگفتن هر خونه ای که بخرید به هر قیمتی روی اون اقامت داده میشه. الان اومدن محدود کردن، مناطق توی استانبول رو محدود کردن، خیلی از مناطق هست که بهش اقامت تعلق نمیگیره. همینطور یک کف قیمتی رو تعیین کردن که باید ملکی که خریداری میشه حتما از اون کف قیمت شروع بشه، که الان شرط خرید ملک با حداقل 75,000 دلار هستش. البته اینم بهتون بگم، باید ملکی که میخرید، حالا میگن 75,000 دلار، ولی وقتی که ملک خریداری میشه، چون یه برگه نیازه که به اداره مهاجرت میدین، اون کارشناسی که میاد قیمت روی خونه میذاره، مثلا حالا اگر شما 75,000 هم خریده باشید امکان داره بزنه 70,000 تا یا 65,000 تا، این فرق داره با اون سندی که قیمت توش ذکر میشه. برای همین همیشه یه مقدار بالاتر رو باید در نظر گرفت که توی شرایط گرفتن اقامت مشکلی پیش نیاد. خب الان من میخوام مراحلی رو که برای خرید خونه از اول طی کردیم مرحله به مرحله کامل براتون بگم. حالا برای خرید ملک اینه که تو ترکیه کدوم شهر میخواید برید؟ کلا خب عمدتا شهرهای کوچیکتر هم قیمت ها مناسب تره، یا میشه یه مثلا با پولی که تو استانبول پرداخت میکنید برای خرید خونه تو شهرهای دیگه بتونید خونه بزرگتری بگیرید، یا گرفتن اقامت خیلی راحت تر باشه، چون که یه سری مناطق رو اعلام کردن که بهش برای اقامت مجوز نمیدن، خیلی از اونا داخل استانبول هستش.
خب شهر رو که انتخاب کردیم باید محله رو انتخاب. خب ما که می‌خواستیم بیایم استانبول، توی استانبول یک سری مناطق هستش که ممنوع اعلام شده. برای همین وقتی که می‌خواید ملکی رو بخرید باید منطقه رو انتخاب کنید که جز مناطق ممنوع برای مهاجران نباشه، یعنی برای خارجی هست، برای خودشون که نه، خارجی هایی که میخوان اقامت بگیرن دیگه. یه سری محله ها مثلا بعضیشون خیلی شلوغ شده، خیلی مهاجر اومده، دیگه روی اونا مجوز نمیدن. برای همین باید استعلام بگیرید از شهرداری و ببینید که حالا امکان داره املاکی به شما بگه مجوز میدن. در صورتی که مجوز داده نشه بعد بخواید قرارداد رو فسخ کنید که همون فسخ قرارداد خودش باعث یه سری ضرر زیان مالی میشه. فکر میکنم اگر قرارداد فسخ بشه باید اون مبلغی که حق املاکی هست دو طرف رو پرداخت کنید و یه سری ضرر زیان دیگه غیر از اونم گرفته میشه. حالا محله رو که انتخاب کردید، اینه که یه املاکی خوب آدم باید پیدا کنه. حالا ما این محل رو که انتخاب کردیم از شانس یه املاکی خیلی خوب به پست ما خورد، یه خانم خیلی محترم، خانم کاربلد و اینکه خیلی متعهد بود به کارشون، املاک ترک بودن و اینکه خونه های محلی زیاد تو دستشون بود و ما تونستیم از ملکاشون اون خونه ای که مد نظرمونه و با شرایط مالی که میخواستیم اون مقدار هزینه کنیم ملکمون رو انتخاب کردیم. وکیل با این مبلغی که از ما گرفت خودش پروسه اقامت ما رو انجام داد. حالا خرید ملک خودش یه سری مراحل داره که دو تا ویدیوی دیگه هم توی کانال هست، حالا لینکش رو این بالا میذارم، میتونید از اونا هم استفاده کنید. یه سری توضیحات هم اونجا من گذاشتم با همسرم که توضیح دادیم روند خرید خونه و ملک به چه صورتی هست. دیگه قرارداد نوشته میشه و یه میزان مبلغی پرداخت میشه و ما بقیش میمونه برای روز سند زدن که پرداخت میکنیم و سند به نام میخوره. خیلی باید حواستون باشه که خونه کاملا آماده شده باشه. خونه هایی که پیش خریده و نتونید توش ساکن بشید بهش اقامت نمیدن، چون خونه که خریداری میشه باید داخلش باشیم و ساکن بشیم که بتونیم اقامت بگیریم، یا یه خونه ای نباشه که خیلی فرسوده باشه و امکان اقامت داخلش نباشه. وقتی که به نام خود ما باید یه سری مدارک رو آماده کنیم. مدارک شامل تصویر شناسنامه هاست، شناسنامه همه باید ترجمه بشه به زبان ترکی استانبولی، سند ازدواج باید ترجمه بشه اونم به زبان ترکی استانبولی، و اینکه تصویر پاسپورت ها باشه، سند خونه باشه و دیگه مدارکی که میگن لازمه برای بارگذاری توی سایت. حالا طریقی که ما پیش گرفتیم اینه که با معرفی خود املاک یه وکیلی گرفتیم، حدوداً 20,000 لیر هزینه ما شد که حق و زحمه هم وکیل، هم کاری که برای اقامتمون انجام میده و همین که برای بیمه و یه سری کارهای دیگه. خب بعد از انتخاب و قرارداد با صاحب خونه، مدارکی که ما توی ایران ترجمه کردیم دادیم وزارت امور خارجه و دادگستری تایید کرد. توی ترکیه هم که کنسولگری باید تایید کنه. همون مدارکی که میگه به علاوه برگی نمره سی که واجبه و اونم نیازه، همه میره توی سایت اقامت بارگذاری میشه. وقتی که بارگذاری شد بعد از حدوداً یک هفته به ما وقت راندوو دادن که همون مصاحبه هستش و میریم با افسری که اونجا هستش مصاحبه میکنیم. بستگی داره که افسر حالا اخلاقش چجوری باشه، اما خب یه سری چیزا هست که ثابته، باید رعایت شده باشه تو پرونده. مثلا قبلا اکسپر نمیخواست، این سری ما میخواستیم برای اقامت اقدام کردیم، پرونده ما رو که دید ناقصی داشت و گفتن گزارش اکسپر میخوان. گزارش اکسپر چیه؟ همون قیمت کارشناسی که روی خونه گذاشتن. قبلا تو سایت بود، از همون سایت نگاه میکردن، ولی الان به صورت فیزیکی و برگه ما باید تحویل میدادیم. اگر که روی پرونده ایراد بیارن توی اون زمان مصاحبه و راندوو، باید میای مدارک رو تکمیل کنیم و مجدد بریم برای مصاحبه که یک ماه وقت داره که پرونده رو تکمیل کنیم. اما خب هر چه زودتر این پروسه طی بشه خیلی بهتره. ما هم اومدیم برگه اکسپرمون رو گرفتیم، گذاشتیم داخل پرونده، رفتیم برای مصاحبه. حالا مصاحبه به چه صورته؟ اینجوری نیست که مثلا صحبتی بشه یا چی، پرونده بررسی
تقسیم میشه و اگر کم و کسری نداشت میفرستن برای انگوش نگاری. انگوش نگاری هم که انجام بشه میگن کار شما تمومه، برید تا ما خبر بدیم. خبر دادنشون چند روز طول میکشه. ما خوردیم به عید قربان و امسال با چند تا تعطیلی یه پشت سر هم افتاد، حدودا 9 روز تعطیل بود. برای همین پروسه کاری ما طول کشید، ولی خب از 3 روز تا 1 هفته عمدتاً خبر میدن که شما تایید شده اقامتتون. همون بهتر که از اول درخواست 2 ساله بدید، هزینه 2 سال رو پرداخت کنید که 2 سال تایید بشه. احتمال هم هست که 1 سال تایید کنن، ولی اینکه به صورت ایمیل یا اسمس میا یا توی سایت میتونید ببینید. و بعد کارتای کیملیگ یا همون اقامت دیگه پست میشه در به منزل. خب اینم ویدیویی که درخواست خیلیاتون بود. پس تنها چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که تو انتخاب محل حتما دقت کنید، محل رو انتخاب کنید که جزو محل‌هایی نباشه که ممنوع اعلام کردن که بعداً دچار مشکلات دیگه بشید و با احتیاط برید جلو. ممنون که همراه هم بودید، امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر جا که هستید خوب و خوش باشید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدارتون. Thank you.